است. آقا شما ببین چقدر این بچه کار از خودش گذاشته رفتی تو زندان، چقدر کار گذاشتی تو این شبکه های اجتماعی، هر چی میبینی جدید، کارهای قشنگ، شعرش مال خودشه، موزیکشو، ادا و اطفالشو وقتی در میاره اون میخونه، سبک کارشو، و تازه قهرمان، زیبایی کار، زیبایی اندام، ورزشکار. من به حرامزاده های تازی که بر سرزمین من حاکم هستند توصیه و تذکر، تو مای صالحی ها بایستی به زودی آزاد بشن، بلایی از سر اینا کم بشه، همه این تریاکی های تازی پرست ستم پذیر خابیده در خانه رو فرزندان اینا میارن جلو، سپر میکنن، شما رو نابود میکنن. چطور حسینتون رفت بچه شیرخواری خود چه تفلی رو برداشت و سپر کرد، تازه مدرده هر دم نخورد. آقا بچه شیرخواری شما سپر کرد، تا 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 تیار زدن به بچه شیرخواری. آقا تو اولاق بشین برش گریه کن، دوباره خودت گریه کن برای یعقوبت بابک، برای مظلومیت رضا شاه گریه کن، برای کشتن احمد کسروی گریه کن، برای کشتن دکتر کوروش آریامنش، رهنوردها، شکاری ها، نیکا، شاکرمی ها، برای اینها برو گریه کن بدبخت، که برای آزادی تو، رفاه تو، خوشنودی و شادی تو جونشونو دادن. ابلهان، هیچ ملتی در دنیا، هیچ ملتی در دنیا به پستی و نامردی میلیون ها نفری که شناسنامه ایرانی تو جیبشونه اما اکثریت خاموش هستند، اما تازی پرست هستند، اما ستم پرست هستند، اما ستم پذیر هستند، نیست. درسته ما نابغه در سرتاسر جهان زیاد داریم، در خود ایران نابغه زیاد داریم، ما در خر بودن هم نابغه زیاد داریم، ما در نامرد بودن، بی شرف بودن نیز نامرد زیاد داریم، ما در نامردی نامرد زیاد داریم. رستم فرخزاد ها رو در قادسیه تنها گذاشتند، زیاد داریم. رضا شاه رو تنها گذاشتند، وقتی رفت هیچ کس براش گریه نکرد، محمد رضا شاه همینطور. اما ایرانی از روزی که شنید محمد پیامبر اسلام داره سپاه آماده میکنه که به ایران حمله بکنه، نیرو فرستادن، محمد رو ایرانی ها توسط یک بانو کباب کردن، جیگو جیگو دوست داشت، گوسفند رو کباب کرد، مسمومش کرد، محمد رو کشتن. ابوبکر داشت مقدمات کار محمد رو تکمیل میکرد، به ایران حمله کنه و کرد، حمله کوچک، شکست خورد بحرین، ما ابوبکر هم کشتن. عمر سپاهش آماده حمله فلان، دیگه سردارا میان، سردارا دیگه تو مدینن، هرمزانها تو مدینن، میزنن میکشن، عمر رم میکشن، عثمان رم ایرانی هم میکشن، علی رم میکشن، از خود محمد تا چهار خلیفش رو میکشند، چون روم اینها رو تقویت کرده، روم اسلام رو ساخته و روم میخواد به ایران حمله کنه توسط پابرهنه ها. بسیار گفتیم، بسیار گفتیم، برید کامل اینا رو گوش کنید روی صفحات اینترنتی ما در یوتیوب گوش کنید. اسلام رو میسازه روم تا ایران رو نابود کنه، از همون محمد میگیرن میکشن ایرانی ها تا چهار تا خلیفه، تازه بعد مگه ول میکنن؟ حسن حسینشون هم میکشن، همه اینایی که کینه علیه ایرانی داشتن، برید بخونید آثار اینها رو، تمام قاتلای خودتون میبرید رو دست و خدمتگزارای خودتون میکنید فرو دست. حسن رو زنش مسموم میکنه، زنش حسن رو مسموم میکنه،
چون وقتی سوال میکنه میگه من یه امکانات اینا بده، من این سپاه هم عمر در اختیارت میذارم که برید شورش های ایران را سرکوب کنی. حسین وقتی میاد تو کربلا میبینه ایرانی سرش کلا گذاشتن نینوا اومده کوفه فلان سرش کلا گذاشتن دفترش تو تله، میگه به یزید نامه مینویسه میگه تو پسرمون جان ما رو ول کن بریم ایران، شورشگرا رو تبرستان اینا سیستان بلوچستان اینا شورش کردن ایرانی اینا رو هم سرکوب کن اینا رو بکشن برات، ما رو ول کن جون ما. اون شمر عموی برادرش، دایی برادرش یعنی دایی عباس سر ایران میبره، میگه تو خواهد بری پشت بگیری جاه و مقام، میخواد بگیری جاه و مقام بگیری، من ترتیب تو خودم میدم همه اونم مال خودم. و بعد شما در نظر بگیرید همینطور ایرانی ها اینقدر سلحشورانه در دو قرن سکوت خودشون مبارزه مسلحانه میکنن، بعد ده ها گروه و سازمان و تشکیلات درست میکنن، شعوبیه، قرامته، باطنیین، سندباد، اوه 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 اوه، چه گروه های مبارز مسلحی میسازن علیه تازیان. تا الان خواب را از چشمان اینا نگرفتم، مگه تازیان میتونه بخوابه شب تو ایران؟ وقت شما پیرپاتال ها، ستم پذیرا، تازی پرست و بدبخت.
که در این لحظه در سراسر ایران و در نقاط مختلف گیتی شاهد مراسم 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران هستند، به نام شاهنشاه ایران، به تاریخ پر افتخار ایران و به ملت بزرگ و جاودانی ایران درود می‌فرستم. میزنه تو سرت برای اونایی تو برای بابا ننه خودشون اینو عزاداری میکنن، ابله، برای بابا ننه شون عزاداری میکنن، مشتی خرم در تبعیت و ایران در اسارت. ایران رو الان شما نیومدید به دادش برسید، این همه تلاش، این همه هزینه. خب یاروهاش که تو خارج سرمایه‌گذاری میکنن از انقلاب شما فلان پشتیبانی میکنن، آقا نکردید، کاری نمیکنید، یارو باید به پولش برسه، هزینه رفته که نظام بیفته، نمیفته. شما نمیگین تو خیابون از چور دیگه باید تلفیش کنه. اینا برای معذرت خدا موش کسی نمیگیره، تو موش گرفتن باید کم زرنگ باشی، حق خود تو بگیری. همچنان چه رضا شاه با ذکاوت و زیرکی رئیس قزاق هاست، روزهای اول با اینا لاس میزنه، قدرتی که گرفت ترتیب شده میده. محمد رضا شاه حالاش که جوان، امکانات نداره، نیرو نداره، سپاه نداره، قدرت نداره، چه نداره، وقتی فروغی محکمش میکنه، فروغی یهودی ایران دوست بود، فروغی محمد علی فروغی، وقتی که درست میکنه، میخ محکم میکنه برای پادشاهی آریامهر و اون میمونه، هی قوی 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 میشه، بعد بعدا در برابر استعمار وای میسته، استعمار میدیر بیرونش میکنه، سرنگونش میکنه. شما هیچ کار نکردید، ولی زنان و دختران آریایی درود دارم بهشون، اینها رهبران آزاد بخش ایران هستند و اینها ایران را آزاد میکنند. ایران سربلند میمونه، سرفراز میمونه، از این منجلاب در میاد. شما پیرپاتال ها قتل عام میشید، شما پیرپاتال های خفته از جا بلند نشدید، نابود میشید، فرزندانتون دنیا را گرفتن، بیشتر میگیرن و سربلندی رو ارمغان 7700 سالی تمدن ساختن از 7700 سال پیش، اندیشه علمانی یعنی خردگرا و لایک ساختن. پایان برنامه میرسیم، دستان گرم شما رو میفشارم، از برادرم مهندس امیر شجر سپاسگزاری میکنم، دبیر کل این تلویزیون، به شما میگم تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار. Fierté historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste.